سلام دوستان به مدرسه زبان آلفرا خوش اومدین تو این ویدیو میخوایم عدد ها رو با هم یاد بگیریم numbers اعداد number عدد numbers اعداد چیزی که این آموزش رو با بقیه آموزش ها متفاوت میکنه اینه که من فرمول آموزش رو براتون خیلی ساده کردم و کافیه که شما فقط چند تا عدد رو یاد بگیریم بریم ببینیم درس امروزمون چیه به این جدول نگاه کنید. من از اعداد تکرقمی شروع کردم تو این جدول و براتون میشمرم. و حدس من اینه که اون دوستانی که به تازگی شروع به آموزش زبان کردن احتمالا این اعداد رو اول یاد گرفتن. ولی اگرم نگرفته باشن من اینجا کوتاه در موردشون صحبت میکنم. عدد صفر زیرو. حالا ما از یک میشماریم. One, one, two three four five six seven eight nine ten one two three four five six seven eight nine ten یک دو سه چهار پنج شش هفت هشت نو ده خب اولین مرحله اینه که ما این اعداد رو حفظ باشیم یعنی از یک تا ده علال خصوص از یک تا نه که رقم اصلی ما هستند. بقیه عدد ها از ریشه این اعداد ساخته میشه منظورم کلماتشه دقیقا مثل فارسی خب الان کاری که ما باید بکنیم اینه که از یازده تا 13 رو باید حفظ کنیم بقیه خیلی ساده است پشت هم از یک الگو تبعیت میکنه یعنی بعد از 10 که میشه 10 10 11 12 13 تا اینجا الگو نداره خب تقریبا میشه گفت که هیچ قاعده ای نداره شما باید حفظش کنید در هر صورت پس از یک تا 13 رو باید حفظ کنید نه پس چی شد؟ از یک تا سیزده رو کامل حفظ میکنی. یعنی 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. بعد از سیزده خیلی ساده میشه. همون 4 میشه 14. 5 میشه 15. 6 میشه 16. 7 میشه 17. 8 18. 919 پس از 14 به بعد همون عددای بالایی که فقط یه تین و آخرش اضافه میشه یعنی شما یه دو نریاد بگیرین تا بقیهش رو میتونین برین از 14 تا نوزده رو میتونین برین پس خیلی مهمه که از یک تا سیزده رو شما حفظ باشید خب از یک تا سیزده خیلی مهم بقیه راحت میشه یعنی میگه 14, 15, 16, 17, 18, 19 فقط یه تین آخرش اضافه میشه خب حالا 19 رو که تمام کردیم میریم به سمت 20 نگاه کنید بعد از 20 چیکار میکنیم دیگه 10 تا 10 تا رقم رو میریم بالا اونا رو حفظ میکنیم یعنی 20 30 40 50 60 70 80 90 رو حفظ میکنیم یعنی از 20 تا 30 رو دیگه لازم حفظ کنیم همینجا خودمون میتونیم راحت بگیم حالا نگاه کنید 20 چی میشه 20 یا 20 20 30 40 50 60 70 80 90 یا 20 30 40 50 60 70 80 90 ناینی خب اینطوری هم میتونیم بگیم پس از 20 تا 90 رو هم باید حفظ کنیم که اونم با ساده است یعنی از رو همین چند رقم اول گرفته میشه 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 خب 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 درست شد تا اینجا حالا میخوام بگیم پس 21, 22, 23, 24 چی میشن 21 22 23 3 به همین ترتیب تا 29. بعدی چی؟ 30, 31, 32, 33. درست شد؟ 40 هم به همین ترتیب. 44, 55, 66. درست شد؟ پس اینا رو که یاد بگیرین ده دهتای وسطش راحت ساخته میشه. حالا فرض بریم می میگیریم که تا 99 رو رفتیم. 99 رو رفتیم. درسته؟ بچه هم 90 درسته هم 90. هر دو تاش درسته. هر کدوم راحت ترین بگین. فرض می کنیم که تا 99 رو رفتیم. حالا میخوام بریم 100. دوباره باید چیکار کنیم؟ جدول 100 تایی و 1000 تایی و میلیون و بلیون و تریلیون. اینا بچه ها به میلیارد میگن بیلیون. این شکلی میشه. ما میگیم میلیارد بیلیارد اینا میگن بیلیون تریلیون این شکلیه پس میگیم هندرد صد میشه چی؟ هندرد یا وان هندرد وان هندرد یا هندرد یا ای هندرد فرقی نمیکنه هر ستاش یکیه تاوزن میشه چی؟ هزار میلیون همون میلیون بیلیون میشه میلیارد تریلیون تلیارد درسته؟ حالا از این به بعدم دوباره خوندانش صاد میشه میشه one hundred one one hundred two یعنی که hundred hundred one hundred two hundred three hundred four hundred twenty one صدو بیست و یک صدو بیست و یک hundred twenty one hundred twenty two hundred twenty three دوسر thousand a thousand ya thousand one thousand one thousand 100 120۱ ۱۱۲21 1 میلیون۱۱21، یک درسته. همینطوری میاد این شکل میچرخه این شکلی میچرخه درست شد. به همین سادگی شما میتونید از عدد یک تا تریلیون رو، بشمارین به همین سادگی فقط باید بدونین که از این جدول چجوری استفاده کنین همین من رو اینجا یه دور میگم که بعد شما بیاین و چند بار این قسمت رو این اسلاید رو تماشا کنید و بعدش تمام اعداد رو میتونید تو همین اسلاید ساده یاد بگیرید البته من باهاتون تمرین هم میکنم خب بریم از یک تا تریلیون اعداد خاص رو بشماریم 1 2

حالا بریم از صد هزار میلیون بیلیون تریلیون هندرد تاوزند میلیون بیلیون تریلیون تمام شد تمام تلفظ همین بود تمام عددها ها همین بود حالا من یه جدول بچه براتون آماده کردم که با هم فقط تمرین کنیم خب ببینیم که چجوری کار میکنه این جدول از یک تا نه داره. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. حالا من میخوام این راه حل رو که بهتون تو صفحه قبل گفتم یاد بدم. یعنی از 20 بشماریم تا 100. اولین عدد 20 یا 20. 21. ببینید چجوریه؟ 21. بعدی 22. 23.

3, 30, 4, 30, 5, 30, 6, 30, 7, 30, 8, 30, 9 خب، اگه کذاکانده نوشه براتون ازش رد میشیم. این اسلاید بچه ها برای تمرینه. این عدد تو فارسی چجوری خونده میشه؟ سی سد و پنجاه و نه. درسته؟ سی سد و پنجاه و نه. ما تو انگلیسی چی میگیم؟ میگیم سه سد یعنی سه رو میگیم با سد. درسته؟ پنجاه و میگیم دیگه و نداریم. پنجاه و میگیم نه هم میگیم. پس عدد پنجاه و میگیم. یعنی پس اینجوریه. سه سد سه صد بعد میگیم پنجا بعد میگیم نه پنجا نه دیگه پنجاه و نه نداریم اند نداریم و نداریم وسطش خب ما تو فارسی بین عدد و میگیم ولی تو انگلیسی اینجوری نیست فقط تک تک عدد رو میخونیم خیلی راحت تره تو انگلیسی به نظر من مثلا سه صد میشه چی؟ 300 پنجا 50 نه ناین. همین همون جدولی که بهتون گفتم اول باید حفظ کنید 150 و 9 تو اون جدول هست 3 هم که تو اون جدول هست همون جدولی که صفحه اول بهتون گفتم 3 100 3 100 یعنی دو تا صفر داریم 50 یه صفر داریم بعد 9 که هم خودشه پس 3 100 59 حالا بعدی چی بعدی هم همین ببین 25 هزار دیگه درسته تو قسمت هزاره بیست و پنج تو جدول هزار بعد چی؟ هشت صد هشتاد سه بیست و پنج هزار این کاما رو هزار در نظر بگیرید بیست و پنج هزار هشتصد هشتاد سه یکی یکی فقط گفت هشتصد هشتاد سه توینی فایف توینی فایف توینی فایف تاوزن 1000 thousand, thousand eight hundred. درسته eight hundred eighty, eighty, three. Three. این فقط عدد رو خوند یعنی گفت بیست و پنج هزار هشت صد هشتاد سه همین الان این چی اگه بخوایم مثلا ترجمهش کنیم میشه چی صد و شیش هزاره دیگه درسته صد و شش هزار دیگه درسته 1دو شش هزار خب چجوری میگیم اون واو نمیگیم میگیم 1د شش هزار س شش, شش هزار 1رستوزد بدچه خالی 22 1 درست شد 1622 پس فقط ها رو تو جدولشون تک تک میشماره اینو اینجا نگاه نکنید اینو بخونید ببینم چی میگین این میلیونه دیگه درسته میشه 20 میلیون این چیه بچه ها؟ تو قسمت چیه؟ تو قسمت یکانه دیگه یعنی میشه سه خالی درسته؟ سه خالی این چیه بچه ها؟ این سه تنها دیگه یعنی دهگان و هزارگان نداره درسته؟ سه تنها تو جدول هزار میشه سه هزار سه هزار ببینین بیست میلیون سه هزار این خوش به تنهایی چیه؟ سه هزاره پشتش رو نگاه نکنید خودش به تنهایی سه هزاره دیگه درسته؟ میشه بیست میلیون سه هزار این چیه؟ سیصد سی بیست یک. بیست میلیون سه هزار سیصد بیست یک. میلیون هندرد دقیقا همی شکلی خونده شد. بیست میلیون سه هزار سیصد بیست یک. حتی بیست و یک هم توانی اند وان نمیشه. میشه چی؟ بیست یک. توانی وان. توانی وان. شد رفت. اینجا چی؟ سی دو هزار نهصد هفتاد یک. ترتی two thousand nine hundred seventy one. همه رو تک تک گفت. اینجا چی؟ سه میلیون. بعد اینجا نداریم. هیچی تو هزار. بعد چی؟ دو خالی. سه میلیون دو. three million two. three million two. تموم شد. فقط میگیم سه میلیون و دو. 3 میلیون تو. 3 میلیون تو. فقط علاده میخونیم. پس چی شد؟ سی ست پنجا نو. بیست و پنج هزار هشتاد سه. سد شیش هزار. ببینید. سد شیش هزار بیست و دو. بیست میلیون بیست میلیون سه. ۳ب۱ ۳0 ۲ ۹ ص 7 ف میلیون ۲و تمام همینرو فقط باید به انگلیسی بگیم یعنی اون جدول صفحه اول رو حفظ باشیم و اینطوری بتونیم اددها رو جدا کنیم همین هیچ کاری نداره شما میلیون و هزار و هر چی رو بخواین بخونین خیلی ساده است من دیدم که واقعا خیلی وقتا بچههایی که انگلیسی صحبت میکنن روون باز به عددهای بالا که میرسن مشکل دارن حقم دارن خب یه خورده پیچیده میشه آدم بخواد تصویر رو نبینه بگه ولی اگه تمرین بکنید راحت میتونید بگید حالا من اینجا براتون دو تا عدد مینویسم عدد یک و عدد دو شما این دوتا عدد رو با حروف تو کامنت بنویسید. ببینم که چطوری تونستین این اعداد رو بخونین. خب بچه امیدوارم این ویدیو براتون مفید باشه و اعداد رو کامل یاد گرفته باشین. اگر پیشنهاد یا نظری دارین حتما به همون کامنت بدین و اگر از این ویدیو چیزی یاد گرفتین خوشحال میشیم که ما لایک کنین. تا ویدیو بعدی و آموزش بعدی خدا نگهدار.